نام یاد خدای مهربان. تماشاگران گرامی برنامه سیاسی اجتماعی بزنگاه از شبکه تلویزیونی چکات، شما تماشاگر برنامه سیاسی اجتماعی بزنگاه هستین و موضوع برنامه امشب ما بررسی وضعیت امنیتی هرات و ولسوالی اطراف است. در این برنامه دو مهمان گرامی را با خود داریم، جناب جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات و آقای غلام حبیب هاشمی نماینده شورای ولایتی هرات که تا لحظات دیگر به ما میپیوندند. با اولین سوال از شما شروع میکنیم جناب فرهاد، وضعیت امنیتی هرات را چگونه ارزیابی میکنین؟ به نام خدای پاک، عرض سلام ادب احترام خدمت شما و بینندگان محترم و هموطنان همشهریان نهایت گرامی. ما متاسفانه در طی لااقل یک ماه گذشته وضعیت چندان مطلوبی را در ولسوالی های ولایت هرات شاهد نبودیم. وضعیت مورد قبول ما نبود، برای مبنا بود که به اساس فیصله جلسه شورای نظامی یک عملیات وسیع در ولسوالی های شرقی ولایت هرات اندازی شد که در این عملیات دست کم 3 ولسوالی از وجود رصدخانه‌ها پاکسازی شد و به تعقیب از او دعوت داشتن از مسئولین ارشد امنیتی در مرکز کشور که امروز به هرات تشریف آوردند و شما شاهد بودین که در نشست خبری ضمن از اینکه سپاسگزاری کردن از جدیت مقام و ولایت، از تلاش و کوشش و ایثار نیروهای امنیتی شامل عملیات و همچنان همکاری مردم مظلوم و ستندیده ولسوالی شرقی هرات وعده دادن تا در راستای افزایش تشکیلات و بازبینی نیازمندی هایی که وجود داره اقدام لازم انجام بشه و ما امیدوار هستیم که شاهد از این باشیم تا در ماهای نشدن دور در کنار از اینکه افزایش تشکیلات ما دارن شاید تهیه تجهیزات هم به پلیس و نیروهای امنیتی باشیم. اما نباید فراموش بکنیم که در راستای تامین امنیت نقش کلیدی سازنده و اثرگذار مردم میتونن داشته باشن. این مردم هستن که نیمه های شب احساس مسئولیت میکنن وقتی که یک مشکل میبینن به پلیس نیروهای امنیتی تماس میگیرند و پلیس به سراغشان میره. طبیعتاً با همکاری مردم از یک جنایت، از یک رویداد، یک جلوگیری میکنند. برای مبناست که تقاضای جدی و اساسی ما هم در ولسوالی های شرقی هرات و هم در نواحی شهر هرات ای بوده تا همکاری مردم همانند گذشته ادامه و استمرار پیدا کنه تا ما شاهد امنیت واقعی در ولایت هرات باشیم، چیزی که چندان دور از انتظارم نیست. ما در سالیان گذشته وقتی که همکاری های همه جانبه مردم رو دیدین وضعیت خیلی تغییر کرد، اما وقتی که همکاری مردم نبود چالش های رو داشتن و امیدواری خیلی جدی وجود داره که ما با ریشه‌کن ساختن لانه های امنی که متاسفانه حرس افغانان و دشمنان مردم افغانستان در طول سالیان اخیر در کوپای ها برای خودشان آماده ساخته بودن، ما بتوانند که وضعیت در مراکز شهر و ولسوالی ها بهبود بدن، زیرا در بسیاری از حملات تروریستی، حملات حتی جرائم سازمان یافته جنایی از جمله اختطاف و ناامنی های سازمان یافته وقتی که ما ریشه یابی کردن بالاخره یک سر نخی با همو قرارگاه های امنی که متاسفانه رصدخانه‌ها در کوپایه‌ها برای خودشان ساخته باش به اونجا میرسید. برای مبناست که تلاش جدی مویی هست که ما بتانین در سطح ولسوالی ها وضعیت بهتر بکنین و از این طریق بتانین در راستای تامین امنیت بهتر در شهر هرات به مردم خود مسر خدمت. تشکر آقای هاشمی، خیلی خوش آمدین به برنامه. شما به جریان قرار دارین قبلا که ما موضوع برنامه امشب ما بررسی وضعیت امنیتی هرات و ولسوالی اطراف است. دلیل ای که در اواخر مخالفین مسلح و تروریستان می پیوندن به ناامن ساختن هرات و در مجموع ولسوالی شرقی، دلیلش در این برهه از زمان چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان برنامه شما جناب فرهاد صاحب و بینندگان تلویزیون چکات. خب خدا را سپاسگزاریم که در می آخر یک عملیات، یک تشریک مساوی بین ارگان‌های امنیتی در ولسوالی‌های شرق ولایت هرات صورت گرفت که خامخا نتایج مثبت خود خورم دش و
پیامده و دست آورده هم دیش جا داره که من کسانی که در این عملیات اشتراک داشتم تک تک از اینا تشکر کنم. متاسفانه همیشه عدم هماهنگی بین نیروهای دفاعی و امنیتی باعث ازی شده که بیشتر دشمن در ولسوالی و در چهار اطراف ولایت ایران تحرکات و تهدیدات بیشتری داشته باشه و این عملیات ثابت ساخت که اگر هماهنگی بین نیروهای دفاعی و امنیتی وجود داشته باشه میتونه نیروهای امنیتی ما، نیروهای شجاعی ما در تمام مرزها میتونه دشمنان مردم افغانستان را سرکوب کنه. متاسفانه ما پیش از این شاهد عملیات ها بودیم که از نظر گفته مردم ما فقط دشمن یا مخالفین بیشتر تقویه شد. ایتا مردم فکر میکردم که این تجهیزات و مهمات و سلاح و امکانات و رقنیات برای دشمن تحویل داده میشه، دشمن بیشتر رویه پیدا میکنه، بیشتر تقویه میشه. در عملیات های قبلی هیچ دستاورد هم نداشته، اما این عملیات ما میتونیم بگیم هم پیامد داشته، هم دستاورد داشته و هم مردم از نوی عملیات بسیار راضی هم و دشمن هم تا اندازه سرکوب شده. بنان تامی تا عملیات های در ولسوالی ها چور اطراف ولایت ایراد برنامه ریزی نشه، شما میفهمین دشمن همیشه در کمین از اینه که در کشور خصوصا در ولایت ایراد در ولسوالی ها تعدیدات خود بیشتر کنه و مردم بیشتر روی مردم ضعیف بسازه، ناامنی رو بیشتر دامن بزنه. این عملیات ها میتونه هم یک روی بسیار قوی برای نیروهای دفاعی و امنیتی ما به حساب بده، یک روی قلی بده و هم میتونه مردم یک اطمینان کامل بده که اگر نیروهای امنیتی خواسته باشم میتونم مقابل دشمنان و مردم افغانستان مردانه و شجاعانه از خود دفاع کنم و امنیت تامین بسازم. که الحمدلله من فعلا همین عملیاتی که انجام شده ایرادی تقدیر میکنم، تشکر میکنم و کسانی که ایر کنترل کردم، مدیریت کردم و قمانده و دست از اونو بده از اونو تشکر. تشکر آقای فرهاد. آقای هاشمی از دستاوردهای عملیات تاخیر یاد کردن، این دستاوردها شامل چه مواردی میتونه باشه؟ خب ای اول خود از این رواندازی عملیات و سفر زمینی والی هرات و مقامات بلند رتبه امنیتی اطلاعاتی و دفاعی از زمین به ولسوالی های اوبه، چشت و پشنو زرغون خود از این در ذات خود میتونه یک دستاورد باشه. برای نخستین بار بود که لااقل در طول 10 سال گذشته مقامات از زمین رفتند، عملا با مردم دیدند، در کنار از او با اقدامات جدی و همه جانبه و هماهنگی که صورت گرفت به اساس یک براه برد منظم تمام این ساعاتی که من به شما خدمت شما عرض میکنم از سوال از جمله ساحه دره کبگان در ولسوالی اوبه در مرز بین پشتون سرخون، اینا ساحاتی بود که از سالها به این طرف دشمن لانه کرده بود، ساحاتی که تبدیل به پایگاه امن تروریستی شده بود، در اینجا طالبان آموزش میدیدند، تجهیز میشدند و به دیگه ولسوالی ها می رفتند. مکمل وقتی که ما عملیات زمینی رو به ادامه دادیم به پیش رفتیم بسیار در یک منطقه در ساحه به نام دوتپه که ما شاهد از این بودم که خود ما در یک ساحه مرتفع که کمی دور از خط اول جنگ بود، ما و همکارم و دیگه بعضی دوستا اونجا بودم، ما شاهد بودیم بیش از اندازه ایثار به جدیت نیروهای امنیتی ما. وقتی که میگیم نبرد تن به تن شاید ما و شما در ادبیات نوشته بکنید، اما این ما به چشم سر دیدم که با آنقدر با یک روحیه مورال عالی نیروهای امنیتی ما به سراغ دشمن رفتن، دشمنی که به سنگر بود اینا تعرض کردن و ما میدیدیم، شاهد از این بودیم وقتی در فیلم دیدیم، اما عملا دیدیم وقتی که راکت اصابت میکرد بی تانکا دود و آتش میبود و اینا پیش میرفتن و همزمان فعلای پراکنده که دشمن میدیدیم و حتی سلاح های دوربرد دشمن در اون مرتفع، جای مرتفعی که ما بودیم از بالا سر ما فقط صدایش میشنیدیم که عبور میکرد و این حالت وقتی که ما میدیدیم این روحیه خیلی ما رو امیدوار ساخته بود که عملیات موفق خواهد شد. به فضل خداوند در تمام می عملیاتی که شروع شد تا انجام از او، شاید اگه ما در اونجا حضور نمی داشتین این گونه برای خود ما باور از بسیار سخت بود که چطور دشمن در یک جا در یک خزه در یک سنگر نشسته و اینا تعرض میکنم هیچ گونه تلفات نداره. ما نه تنها که تلفات داشتیم، دشمن تلفات سنگین وارد کردیم، فرار کرد و همزمان به ای که
عملیات به سمت پیشرفت در حرکت بود، نیروهای کماندو از طرف شب در ساحات دیگه دسال شدند که در اونجا مسیر فرار دشمن مسدود کردند. همزمان تیارای اسکنگل قوای هوایی افغانستان ساحل از اهواز را پوشش دادند، تثبیت کردند محلات را و سپس حملات هدفمند را که انجام دادند سبب شد که دشمن در همین ساحل بدون از اینکه کمترین تلفات یا خسارات به شهروندان عادی وارد کنه دشمن را هدف قرار نابود بکنه. و این ردیابی دشمن تا ولسوالی فارسی ادامه پیدا کرد و در اون ولسوالی شما در آخرین حملات هوایی که در آخرین روز حملات انجام شد نزدیک به 30 تن از طالبان کشته و زخمی شدند و همچنان بیشتر از 51 تن در همین ساحه اوبه و پشنزرگون کشته شدند. فرماندهان سرشناس و حتی کسانی که از ولسوالی یا دگاه آمده بودند اینا کاملا متولی شدند، از بین رفتن، هسته ها از اونها از بین رفت. در روز نخست عملیات وقتی که ما ردیابی میکردیم صداهای دشمن بیش از اندازه در اطراف ما بود، در ولسوالی ما میتونستیم صدا از اون رو پیدا بکنیم و حتی تیارات هوایی میتونستیم کشف بکنن، اما در روز آخر عملیات با هر اندازه که ما جستجو خود دقیق تر میکردیم سراغ از دشمن نمیدیدیم. این نشان داد که اول همون مورار و روحیه بسیار عالی نیروهای امنیتی ما، هماهنگی همونطور که جناب وکیل صاحب گفتن و همچنان این روحیه در بین سربازان وجود داشت که اینا میخواستم انتقام خون همسنگرانشان که تقریبا 20 روز قبل در این ساحه مظلومانه به شهادت رسیدن بگیرند و اینا همه دست به دست هم داد. وقتی که ما در یک ساحه رفتن متاسفانه در خیلی از موارد ما شاهد از این بودیم که بعضی افراد مخرس آمدن سر صداهای را در فضای مجازی که گویایی عملیات نمایشی است یا خدای ناخواسته عملیات کمپینی است. شما خود شما باور بکنین در جای ما استراحت میکردیم که امی بالاترین امکانات در اونجا یک بوتل آب معدنی بود، دیگه چیزی نبود. یک روز ما حرکت کردیم، چاشت نان نخوردیم، شب نان نخوردیم، فردای صبح چیزی برای خوردن نان نداشتیم، برای پس فردای چاشت نان پیدا کردیم. آیا ولی ولایت که همه امکانات برای از اون مهیاست، او حاضر است به خاطر یک کمپاین، به خاطر یک نمایش فیسبوکی این همه زحمت متقبل بشه؟ اینا واقعیتایی بود که ما در صحنه دیدیم و تلاش میکنیم که اینا رو به شهروندان انتقال بدیم. اگر به یک نکته دیگه هم اشاره بکنین، چه ضمانتی وجود داره که دوباره دشمن در او ساحات لانه نکنه؟ دقیقاً راهبردی که روی دست گرفته شده بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته ای هست که در کنار از این که به خاطر ایجاد پایگاه‌های مستحکم نیروهای امنیتی در این ساحات طرح و برنامه روی دست است، تقاضای جدی و همه‌جانبه‌ای که شخص والی هرات و مسئولین شامل عملیات از مردم شریف و قهرمان ولسوالی‌های شرقی هرات داشت این بود که جوانان خود سوق بکنن و اعزام بکنن به نیروهای امنیتی تا ما بتونیم از مردم بومی محل در راستای تامین امنیت استفاده بهتر بکنیم، که خوشبختانه شهروندان در این راستا وعده جدی دادن. روند استخدام جلوزاز جوانان در این ولسوالی سرعت پیدا میکنه و شما شاهد از این خواهید بود که شمار بیشتری از نیروهای امنیتی اطلاعاتی در این ساعت توظیف بشم و دقیقاً یکی از جمله نگرانی های جدی ما هم این بود در آغاز عملیات که نشه خدای ناخواسته در ختم عملیات که ما بازگشت میکنیم دشمن به خود جرأت بده در این ساعت باز بکرده و ما خیلی باورمند به این هستیم که به چند دلیل. اول از این که ما میخواییم روند اجرای چنین عملیات ها ادامه پیدا بکنه، تنها محدود به ولسوالی های شرقی نشه و امروز اراکین بلند رتبه امنیتی اطلاعاتی و دفاعی وقتی که به هرات آمدن به شمول موینای وزارت های دفاع داخل و ریاست امنیت ملی و قماندان حمایت قطعه، اینا در حالی که تحسین کردن این رشادت، این هم نظری، همسویی، هماهنگی نیروهای امنیتی و اداری در سطح ولایت هرات وعده دادن که به خاطر رفع خلاها، به خاطر بازنگری تشکیلات، امکانات و همچنین به خاطر تهیه تجهیزات مورد نیاز نیروهای امنیتی شما اینا اقدام بکنن و ما اینا رو خیلی باورمند می‌سازه که ما بتونیم نه تنها ساحات پاکسازی شده رو حفظ بکنیم، بلکه با همکاری همه جانبه شهروندان مسئولیت پذیر تمام ولسوالی ها این میخوایم خدمت شما اطمینان بدون که این روند به دیگه ولسوالی ها منکشاف پیدا میکنه. شما دیگه شاهد از این نخواهید بود که یک مقام، یک مسئول دولتی در ولایت هرات صراحت بکنه. همان گونه که ولی هرات واضح ساخت که یک سرباز وقتی که خون خود میده میره به خاطر ما قربانی میده، ما از هیچ برتری نداریم. همین دشمنی که به ما کمر بسته کرده بیا منافع ملی ما را هدف قرار بده، ما به سراغش خواهیم رفت و او را از بین خواهیم. تشکر. سلام آقای هاشمی، شما از گذشتم شاهد عملیات های مکرر هستین، چه تفاوت هایی شما در این عملیات دیدین؟
و شما وقتی از دستاورد صحبت میکنین، دستاوردها چقدر میتونه که واقع بینانه باشه؟ اولا که عملیات های قبلی که راه اندازی شده بود یا صورت گرفته بود، اون نیاز به بررسی پیگیری جدی داره، که متاسفانه بعد از عملیات دشمن بسیار قوی تر، بروی علی تر و فعالیت های خود اجرا میکرد. این دفعه که عملیات صورت گرفته، بر علاوه از این که دشمن فرزند تخبیه نشده، حمایه نشده، سپورت نشده، شکست هم خورده، تلفات هم داده. فرق از این عملیات تا عملیات های قبلی، فقط عملیات های قبلی نمایشی بوده همیشه. مردم هایی باور دارم، تصور دارم فقط برای حمایت مخالفین یا تقویه مخالفین به عملیات را اندازی می شده، مهمات مصرف می شده، تجهیزات، سلاح، اینا، امکانات آمادگی گرفته می شده، روغنیات مصرف می شده. متاسفانه هیچ دستاوردی نداشته. همین نیرو بوده، همین قمانده بوده، همین امکانات بوده، بیشتر از این خوب بوده باشه، متاسفانه. اما هیچ دستاوردی نداشته. همیشه مردم ما شکایت دارم که نیروهای شجاع ما به مرمیایی که از حساب حکومت یا مهماتی که مربوط به حکومت اینا از بین میرم. به هر شکل اگه شما فکر کنیم ممالی ببینیم، اگه بررسی داشته باشیم یا اگه ایت یا یک تفتیشی تعیین بشه بر ببینه کنمی امیرای اکمال ولسوالی ها آیا به می سربازهایی که در سنگرهای داغ اینا شب روز مبارزه میکنم همین مهمات بری از اینا میرسه؟ آیا این سربازی که امروز به سنگر داغ در ولسوالی یا در دل کوه شب روز مبارزه میکنه، آیا این مهماتی که برای از اون امتیازی که یا امکاناتی که در نظر گرفته شده برای از اون میرسه؟ یا به داخل خود مدیریت تکنیک قماندانی امنیه به این جمع مهمات انتقال داده نمیشه؟ شما می گردا یا سربازایی که شما خدمتی برای ببینید، شاید از وقتی که اینا یک دوری از کری خود سپری کرده باشن و مهمات اول که برین امکاناتی که به دست از اینا گذاشته شده و تالی دقیق به دست از اینا یک دانمرمی هم کسی قرار نداده باشه. اینا همه نیاز داره، نیاز به زینه که اینا بررسی بشه. اینا خود عواملیه که اگر او سرباز شجاعی که به این مرمی که به مرمی خود حکومت کشته میشه، هر کس در این موضوع دستش باشه، او قاتل همون سرباز و مردم افغانستانه. اینا نیاز به زینه که نیاز به پیگیری و بررسی داره. اینا چیزهایی که بسیار پیش پا افتاده و بی تفاوت از پلیات دیتیر میشم، اما اینا عوارض بسیار کلانی داره، هم جان انسان میگیره، هم باعث برهم زدن و مختل کردن امنیت میشه، که متاسفانه در این قسمت هیچ مجازات مکافات نیه. هر کسی که از هر آدرسی که میه به صفت یک مسئول یک نهاد امنیتی، متاسفانه پیش از عملیات میگم، یعنی مو اهداف خاص خود خود داشته. امروز اگر ما در ولسوالی اوبی یا گناباد شاهد از بین رفتن چند نفر از سربازان نظم عامیم، علت اینه که هماهنگی بین نیروهای دفاعی امنیتی تا پیش از وجود نداشته، به کمک از اینا کسی نرسیده، اونا اطلاع به شما بگم صحبت ها بوده که دشمن عملیات خصمانه انجام میده، این پست ها زیر تهدید قرار داره، دشمن جمع شده که عملیات انجام بده. متاسفانه هر کس های مسئولیت خود خور فکر میکرده، اما این عملیات یک تشریک مساوی بین نیروهای امنیتی ثابت ساخت کنمی بعد از این میتونه کنمی یک مدیریت قوی، یک کنترل بسیار عالی وجود داشته باشه که بتونه کل نیروها رو یک قمانده سوق بده به هر ولسوالی باشه. امیدواریم که این عملیات ها تنها در ولسوالی ها شرق نباشه، طرف غرب باشه، طرف شمال باشه، طرف جنوب باشه. هم چون عملیات ها میتونه هم امنیت تامین کنه، هم روی نیروهای دفاعی و امنیتی بالا ببره، هم مردم آرامش بده، هم مردم اطمینان بده، هم مردم اطمینان پیدا کنم که واقعا اگر حکومت خواسته باشه، اگر فرضاً نیروی امنیتی خواسته باشه، میتونم تامین کنم، میتونم که دشمن سرکوب کنم، به جزای اعمال برسونم، که امروز زنمی عملیات ثابت ساخته، مثل که جناب فراد صاحب گفتم چند نفر به اثر فیرای نیروی امنیتی یا تیارای اوهی اینا از بین رفتم. خود از این کلان دستاورده، امیدواریم که این عملیات ها بیشتر دوام پیدا کنه،
در ولسوالی های غرب ایرات هم یک پاکسازی بشه، در جنوب ولایت ایرات هم یک پاکسازی صورت بگیره، چون در ولسوالی های گرون و رباسنگی و کشکنم عملیات ما شاهد عملیات باشیم. اطمینان میدم که میتونه حکومت افغانستان یا نیروهای محلی ولایت ایرات میتونه امنیت ولایت ایرات تامین کنه. تشکر آقای فرهاد. در چنین برهه از زمان تهاجم نیروهای دشمن به نظر شما چقدر میتونه سیاسی باشه و ارتباط داشته باشه با پروسی انتخابات ریاست جمهوری که در راه است؟ خب میخوام بر بگردم به عقب سوالی که قبلا شما مطرح کردیم به عوامل ناامنی. ما دریافتی که از بررسی ها و تحلیل های اطلاعاتی انجام دادیم این هست که متاسفانه یا خوشبختانه دشمن با راه‌اندازی یک سلسله اقدامات و تحرکات در صدد از این بود که در آستانه گفتگوهای بین الافغانی بتونه امتیاز بیشتر کسب بکنه و از این ناحیه فشار بیشتری به نیروهای امنیتی ما وارد کنه. در سایر ولسوالی ها شما شاهد بودین عملیات های هدفمند کماندویی که اجرا شد و همچنین پیشروی هایی که نیروهای امنیتی انجام دادند، بازپسگیری ولسوالی ها. اما در سطح ولایت هرات ما اگر با تأخیر عملیات شروع شد، دلیل از این بود که میخواستیم یک مطالعه کلی و همه جانبه داشته باشیم. من این را میخوایم خدمت شما عرض بکنم و اطمینان بدم که دیگه مسئولین خدمتگزار شما به دفاتر کاری خود منتظر از این نخواهند نشست که گزارش های اطلاعاتی مطالعه بکنن و افسوس بخورن که در کجا کدام سربازش ما شهید شده، به سراغ دشمن خواهند رفت. همان گونه که جناب وکیل صاحب گفتند، با اطمینان خدمت شما عرض میکنم که این گونه عملیات ها به تمام ولسوالی ها شهر شمال جنوب راه اندازی میشه و باید دشمن پاکسازی بشه، زیرا در جغرافیای ولایت هرات روحیه و مفکوره طالبانی وجود نداره. بنا به عوامل مختلف و متعدد مردم مجبور شدند شرایط بدل بپذیرند. در مناطق دورافتاده که کمتر حاکمیت دولتی وجود داشته، گروه های خودسر، منفعت طلب، قاچاقبران مواد مخدر، مافیای زمین به خاطر اعمال نفوذ و حاکمیت خود در اونجا در طول سالیان گذشته متاسفانه زندگی کردند، فعالیت کردند و حالا تبدیل به هیولا شدند. اگر جدیت و اراده قوی در گذشته می بود و این گونه اقداماتی که حالا آغاز شده اگر در همین برهه زمانی هم ادامه پیدا کنه، شما مطمئن باشیم که دشمن جایگاه پایگاهی در هرات در هیچ جایی از ولسوالی ها نخواهد داشت. ما وقتی که در ولسوالی های شرقی گزارش های اطلاعاتی را می خواندیم تا آن وضعیتی که در روی زمین در صحنه جنگ دیدیم از زمین تا آسمون تفاوت داشت. گزارش ها میرسه متاسفانه در جنگ روانی در خیلی از موارد دشمن از ما پیش است. هیول سر و صدای بسیار بالا میلازم، 100-200 سر با 200 تاله با شوب نمیفهم با سلاح های پیش رفته میکنن. ما که ندیده در همین مدت که عملیات ادامه داشت به استثنای دو مورد، یک مورد در همون اول عملیات که پلیس درگیر شده بود و در مرحله دوم که ما شخصا ولی هرات در خط مقدم جنگ حضور داشت، یعنی در از ما که از بالا تماشا میکردیم این سوی دیوار ولی هرات و نیروهای امنیتی بودن، آن سوی دیوار طالبان در خانه های مسکونی منزل گرفته بودن، سنگر گرفته بودن و نیروهای امنیتی رو مشغول میدارن. به استثنای جنگ 3-4 ساعتی که در همین ساحه صورت گرفت، در هیچ یک از ساحات ما حضور دشمن ندیدیم. تنها حضور دشمن در جاسازی ماین های کنار جاده‌ای دیدیم که خوشبختانه تیم های انجینری و ماین پاکی که در نیروهای امنیتی اطلاعاتی وجود داره، اونا هم ده ها بم ماین دستساز کشف کردن، خونسا کردن و حتی انفجار دادن. در همین ساحه ما دیدیم که دشمن فعالیت داشت، در هیچ یک از ساحات دیگه نداشت. میخوام میره خدمت مردم عزیز در ولسوالی ها عرض کنم که فریب تبلیغات دشمن را نخورم به هیچ عنوان. در خیلی از موارد شما مثلا وقتی که در یک ساحه شما میبینیم دشمن میخواد تحرک بده، قبل از او فضای مجازی پر میشه یا گزارش های زیتون خیز از مجاری مختلف میرسه که گویا دشمن با کتله کلان میخواد، در حال که این گونه نیست. دشمن او توان جنگی که قبلا داشت اصلا نداره و در این زمان ما امیدوار هستیم که شهروندان مسئولیت پذیر، جوانان، اما گونه که در دیگه کشورها وجود داره، رسم بر این است که جوانان خود از این بخش عمده و اساسی نیروهای امنیتی اطلاعاتی تشکیل میدن، خود نسل جوان امروز ما
حامی و همکار و همیار نیروهای اطلاعاتی خوب باشم در جنگ روانی و در این زمان. امیدوار هستم که شهروندان بیشتر به صفوف نیروهای امنیتی. تشکر. آقای هاشمی، با این تلفات سنگینی که در این ساحات یاد شده ما میبینیم از دشمن، با این دشمن، دشمن بومی هست ویانه که از اطراف اکناف بالای ولسوالی های شرقی، چی راه های که از سایر ولایات دشمن میتونه نفوذ بکنه و رسوخ بکنه، وارد بشه، چی راه های وجود داره؟ خب اولا که شما خوب در جریانیم که دشمنان مردم افغانستان هیچ وقت نمیخواین که مردم افغانستان در یک سال آرامش زندگی خورسپری کنم. همیشه موفلیت ها و حرکت های خصمان خود خور داشتم. ما نمیتونیم بگیم که اینا بومی یا غیر بومی، و کسانی هم که اگر بومی هم اینا هم فریب دشمن هم میخورم که از اینا سوء استفاده میشه علیه خود مردم افغانستان، اینا تحریک میشه یا امر مبارزه میکنن. خب ولایت ایراد شما میفهمیم که یک ولایت باستانیه کویستانیه، تقریبا به طرف ولسوالیه که طرف شرقه، خب هم به ولایت قور هم مرز و هم ولایت بادغیس، خب هر دو ولایت هم جوار ما تقریبا ولایت های نام گفته میشه. دشمن میتونه از او قسمت بیشتر تحرکات طرف ایراد داشته باشه و از این ایه بیشتر مردم ایراد میتونه متضرر بشه. خب خامخواه ما باید او امکانات و او تشکیلات دارم که باید در نظر داشته باشیم، در دسترس داشته باشیم. متاسفانه نداریم که ما بتونیم مرزهای همسر عده دیگه ولایت ها خود ما بتونیم که اونا رو به حساب لحاظ امنیتی و تحکیم کری و پست های مستقیم داشته باشیم. متاسفانه که این باعث ازی شده که بیشتر میتونه از هم دشمن از طریق ولایت بادغیس به ولایت ایران نفوذ کنه و هم از ولایت قور. بیشتر شما گفتیم بحث انتخابات. خب انتخابات در افغانستان شما میفهمیم که یک رقابت ناسالمی به خود گرفته. همین کسانی که در رقابت قرار دارم همیشه کوشش میکنم که جنبه منفی رو بیشتر ببینم، بیشتر حمایت بکنم، بیشتر تقویت بکنم. خب یک بحث انتخابات که انتخابات پیش روی، یک روز بحث صلح و یک روز بحث حکومت موقت. متاسفانه سرنوشت کشورم تا فعلا معلوم نیست که انتخابات میشه یا پروسه صلح روی دسته یا حکومت موقت. خب مال کسانی که کاندیداتوری ریاست جمهوری هم مال اطلاع دقیق ندارم که انتخابات صورت میگیره یا نمیگیره. خب جامعه جهانی بیشتر روی پروسه صلح صحبت میکنه و بیشتر کار میکنه که ما هم مردم افغانستان هم صلح میخوایم. انشاءالله بلکه یک صلح و ثبات دائمی بود افغانستان سر پاش. انشاءالله ما آرزوی صلح داریم. خب امیدواریم که اگر انتخابات هم میشه مردم افغانستانی درک داشته باشم که باید انتخابات به شکلی مدیریت بشه که هم مردم در می انتخابات سهم داشته باشم و کسانی هم که کاندیداتوری فرضاً ریاست جمهوری هم مردم خود خود تشویق بکنم از این که ما بتونیم کشور رو به ناامنی ببریم. ما در فضای صلح و امنیت میتونیم بهتر انتخابات شفاف داشته باشیم و مردم هم به دلجمی میتونم به کاندید مورد نظر خود خود رای بدم. تشکرم. آقای فرهاد، از طریق همی برنامه چند قبل، بر حدود دو سه ماه قبل، کمبود نیروهای امنیتی عنوان میشد از طرف کارشناس های امور. چقدر این کمبود رفع شده و نیروهای امنیتی امروز کفاف وضع امنیتی و تأمین امنیت را میکنند در ولایت؟ در نشستی که امروز در مقر ولایت برگزار شده بود، یکی از جمله خواستهای اساسی و بنیادی ولی هرات از وزارت محترم داخله ای بود تا در راستای بازبینی تشکیلات پلیس یک اقدام عاجل و فوری انجام بدن. خب طبیعتاً اونا هم در حد امکانات وعده دادن. می خواهیم باز بار دیگر تکرار بکنم که در راستای تامین امنیت نقش مردم اساسی و کلیدی است. اگر مردم همکاری نداشته باشند، اگر مردم این روحیه مسئولیت پذیری بیشتر نسازند، ما در راستای تامین امنیت آنگونه که مردم انتظار دارند موفق نخواهیم بود. زیرا امو رکن اساسی تامین امنیت که شهروندان هستند، خب طبیعتاً وقتی که همکاری نباشه کمتر دیده میشه. خب ما در حالی که به گونه جدی تلاش میکنیم پیگیری هستیم تا بتونیم تشکیلات بیشتری به ولایت هرات جذب بکنن، امیدوار هستیم که
همشهریان همانند گذشته همکاری بکنند. متاسفانه تشکیلات کنونی که در ولایت هرات وجود داره با هیچ یک از استانداردهای جهانی تامین امنیت کمبودی های گذشته رفع نشده. خب تا اندازه در این وسط توجه صورت گرفته، نمیتونیم بگوییم که هیچ گونه توجه صورت نگرفته، اما او توقعی که وجود داره یا مثلا با حداقل استانداردها متاسفانه هیچ یک از تشکیلات نیروهای امنیتی شما در ولایت هرات همخوانی نداره. اگر شما مثلا بیایم تشکیلات ولایت هرات مقایسه کنیم با ولایت قندهار، از زمین تا آسمون تفاوت وجود داره، به دلیل از اینکه در طول سالیان گذشته در اونجا بیشتر ناامنی بوده، توجه صورت گرفته، و یا در سایر ولایات. اما در ولایت هرات به دلیل از اینکه در اینجا بیشتر فعالیت اقتصادی جریان داشته، امنیت بوده، ثبات بوده، حکومت داری خوب بوده، به اصل خیلی کم توجه صورت گرفته. ما بعد از 15 سال توانستیم که حوزه های امنیتی از 4 حوزه به 12 حوزه افزایش بده، اما به نام افزایش دادیم، به تشکیلات چندان تفاوت وجود نموده. حالا ما کار میکنیم که لااقل یک حوزه امنیتی استاندارد در شهر هرات داشته باشیم که تنها در یک حوزه بیشتر از 600 نیروی توانمند، ورزیده، متخصص با تمام معیارات جذب میشن، توظیف میشن، در کنار از اینکه این حوزه زیر پوشش خدمات امنیتی دوربینای مدار بسته، پلیس ترافیک مجهز، اطفائیه مجهز، نیروهای کشفی کافی و دیگه قرار میگیره. مو استانداردها تا اندازه در این ناحیه این به گونه نمونوی مراعات میشه. خب ما با فالنی گرفتیم یک اقدام خوب اساسی و بنیادی است، میتونه لااقل یک حوزه هم اگر امنیت کافی داشته باشه میتونه به دیگه حوزه تامین پیدا بکنه. و امیدوار هستیم که همون گونه که وزیر معین ارشد وزارت امور داخله امروز وعده دادن، این در این راستای اقدام اساسی و بنیادی بشه. طبیعتا یک از جمله خواستهای اساسی شهروندان است. ما پلیس محافظت عمر خطای محافظت عمر داره، متاسفانه نظم عمر داریم، از اینا کمترین استفاده میتونیم بکنیم. وقتی که سکتور خصوصی میایند روزانه به خاطر دریافت سلام مجوز سلام مراجعه میکنه، اما وقتی که برای از اونا راهکار جذب یا استفاده از پلیس محافظت عمر برایشون ارائه میشه کمتر تمایل دارن. و اینا میتونه ما را اگر این همکاری وجود داشته باشه از طریق وزارت امور داخله و جدیتی که اکنون پیدا شده و هماهنگی که بین نیروهای امنیتی اطلاعاتی وجود آمده، این وضعیت اگر دوام پیدا کنه، ما با تشکیلات کنونی هم قادر خواهیم بود تا اندازه مشکلات برطرف کنه. اما اگر خواسته باشیم امنیتی که شهروندان آگاه و دانشمند ولایت هرات توقع دارن او رو تامین بکنیم، نیاز جدی وجود داره که وزارت محترم امور داخله، وزارت محترم دفاع ملی، ریاست محترم امنیت ملی و واحدهای زیرمجموعه در این ولایت هم در راستای افزایش تشکیلات، تهیه تجهیزات و همچنین بلند بردن توانایی مسلکی نیروهای کشفی و اطلاعاتی سرمایه گذاری بیشتری باید صورت بگیره. اگر صورت نگیره، خب ما میتونیم با استفاده از مساعی مشترکی که در بین نیروها وجود میاریم، مثلا هیچ ظرفیتی از بیرون ولایت هرات نیامد، همین ظرفیت وجود داشت که عملیات رو اندازی کردیم. اما ما گفتم که استقرار دائمی نیروهای امنیتی نیازمند یک تشکیلات جدید است. یا در سکه دیگه ولسوالی اگر عملیات رو اندازی میشه، ما باید نیروی بیشتری در اینجا توظیف بکنیم، همکاری بیشتر مردم داشته باشیم. خوشبختانه پلیسی جدیدی که وجود داره، این که ما از اردوی منطقوی، پلیس محلی، پلیس مردمی، اینا اگرچه تشکیلات با نام تغییر کرده، اما میتونه اول مشارکت مردم در تصمیم گیری ها در ساختار اداره تضمین بکنه و از طرف دیگه به گونه مستقیم میتونه در بهبود وضعیت امنیتی اثرگذار باشه. تشکر. آقای هاشمی، شما شاهد از این هستین که نیروهای سه‌گانه و چهارگانه امنیتی در افغانستان، وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و همچنان قوای هوایی، از آوان تأسیس این ارگانهای امنیتی تا امروز کار رویشان صورت میگیر از ابعاد مختلف، به نظر شما تعلیمات مسلکی هم به لحاظ تاکتیک های جنگی و هم به لحاظ او پرنسیب ها و دیسپلین های رفتاری با مردم چقدر تفاوت کرده؟ خب در قسمت تعلیمات مسلکی افسران و سربازان نیروهای دفاعی امنیتی، خب ما شاهد همیشه
ترنینگا و کورسا و آموزش های در ولایت ایراد بودیم، تیاتری رسانه در سطح کشور بودیم، که متاسفانه یک مشکلی که این در اینجی وجود داره بس اینه که هر کسی که از هر آدرسی که میه به یک نهاد خود از یک حکومت موازی میسازه. افراد مسلکی هست، افراد با تخصص، افراد با تعود، اونا صلاحیت داده نمیشه و دسترس از اونا امکانات گذاشته نمیشه که اونا بتونن در این قسمت فعالیت های خود خورد داشته باشن. خب این روز که شما میبینیم در سطح ولایت ایراد بعض مشکلات ها وجود داره که باعث ازی شده که چیزهای پیش با افتاده مثل می سرقت ها و ترور ها و اختطاف ها، که اینا نیاز داره که افراد مسلکی و با تخصص و با تعود مسلکی که حساب ارگان های کشفی اینا صلاحیت داده باشه، تجربه های از اینا استفاده باشه که متاسفانه نمیشه یا در این قسمت بودجه وجود نداره که ارگان های کارهای اپراتیفی صورت بگیره، یا اگر بودجه وجود داره متاسفانه به کسانی که تعود دارم، تخصص دارم، تجربه کاری دارم برای از اونا صلاحیت داده نمیشه. یعنی این نامنیایی که در سطح ولایت ایراد مار کردن از اینا خیلی علاوه امنیتی، علاوه استخباراتی و علاوه کشفی خیلی ساده، شاید باندوشن صحیح شده باشه. متاسفانه ای که تحت پیگرد قرار نمیگیره، ای که پنجی قانون سپرده نمیشه، علت از دیر خود ارگان های امنیتی بیتر میفهمن. آدم هایی شاید به می بخش نیروهای امنیتی کار کنه که مدت 3 سال در یک پست که حتی سایه زیر مسئولیت خود خور ایجاگایی نداره، بلدیت نداره، متاسفانه اون پست اشغال کرده و موفق هم در راستای کاری خود خور نبوده. بنان کسانی که واقعا تجربه دارم، ارکان حربم، زحمت کشیدم، یک چیزی را آموختم، بعد از اونا استفاده شه، متاسفانه نمیشه. ما شاید بیدیم که برنامه های آموزشی در نظام بوده، در اردو بوده، در پلیس بوده، متاسفانه کسانی اونجی رفته که یا علاقه مندی نمو رشته را نداشته از اون استفاده نشده، یا امو استعداد را نداشته در بسته، یا به وسیله پرتی و وسیله رفته، متاسفانه که امروز کارا بی نتیجه مونده یا کار از او ثمر نداده. در این قسمت نیازه که مجازات مکافات صورت بگیره. بعد از همه عملیات من طریق رسانه شما میگم از شورای نظامی ولایت ایراد میخوایم یک بررسی جدی در قسمت نیروهای دفاعی امنیتی پیشنهاد شه به وزارت دفاع و وزارت داخله. کسانی که واقعا مورد تایید مردم و جامعه و دستاورد دارم، پیامد دارم، اونا تقدیر باشم. کسانی که دستاورد ندارم یا متوانایی ندارم باید مجازات بشم و پنجه قانون سپرده بشم. عملیات ها صورت گرفته، من پیشترم تکرارم میگم عملیات ها صورت گرفته، مصارف شده، امکانات، تجهیزات، سلاح، مهمات، روغنیات، امر از مصرف شده، متاسفانه هیچ پیامد نداشته. دلیلی چی بوده؟ علت چی بوده؟ چرا؟ بعد از عملیات دشمن بیشتر فعالیت‌ها خود انجام داده، اجرا کرده، بیشتر قوی‌تر شده. یعنی بعد یک برش شد. آقای فرهاد، اشتراک والی هرات در جنگ، در خط مقدم جنگ دو جنبه داشت، یعنی دو تا تفسیر متفاوت داشت. یکی که در فضای مجازی می‌دیدین که گفته می‌شد خب مردم ستایش می‌کردن از چنین امری، ولی از جهت دیگه خیلی ها ایره عنوان میکردن که والی هرات نباید در جنگ باشه، از راه دور باید مدیریت بکنه و این خودش عدم اعتماد ممکن بالای نیروهای امنیتی باشه. در شرایط امروزی از فاصله های خیلی دور از این سر دنیا و سر دنیا را مدیریت میکنن از طریق امکانات و از طریق خطوط ارتباطی، ولی والی هرات چرا در خط مقدم جبهه باشه؟ اگر اتفاق بیفته خب پیامد از اون میتونه خیلی مخرب باشه. خب ما نباید فراموش بکنیم اونگونه که شما تذکر دادین، یک اصل اساسی و بنیادی است که تفکیک قوا، صلاحیت ها، وظایف، اینا همه پیش بینی شده مشخص است. اما حضور شخص والی هرات در خط مقدم جنگ به معنای بیباوری و بیتمادی خدای نخواسته بالای نیروهای امنیتی دفاعی نبوده.
نفس حضور ولی هرات سبب ایجاد انگیزه در خیلی از سربازان شد. وقتی که ولی هرات شبانگاه همانند یک سرباز در کنار سایر نیروهای امنیتی استراحت میکرد، این باور و یقین در وجود سرباز پیدا شد که رهبر ما، رئیس اداره محلی هرات همانند ما زندگی میکنه و چیزی بدتری نداره. متاسفانه چیزی که کمتر توجه شده بود بود اجتماعی عملیات ها در سالهای قبل بود. همزمان به این که ما عملیات را اندازی کردیم، ولی هرات با تک تک از این ولی سوالی ها که سفر کرد با بزرگان متصرفین دیدارهای داشتن، صحبتهای داشتن. طبیعتا حکومتداری واقعی، حکومتداری خوب بدون امنیت نمیتونه تامین بشه. وقتی که امنیتی وجود داشت، ما میتونیم پروژه های انکشافی را اجرا بکنیم، ما میتونیم حرفی از حقوق شهروندان بزنیم، ما میتونیم حکومتداری خوب و شهروندان ارائه بکنه و سطح خدمات ارائه بکنه. برای این مبنا بود که ولی هرات شخصا تصمیم گرفتن که در این عملیات ها حضور پیدا بکنن و خودشان مایه تشویق سایر نیروها بشن. شما اطمینان داشته باشین که اگر در این روحیه در تمام ولایات کشور عمومیت پیدا بکنه و ولیان در خط مقدم نبرد باشن، یا مقامات وزرا و سفارا وقتی که بیاین به خاطر انگیزه دادن، روحیه دادن به خط مقدم جنگ پیدا بشن و به گونه هم از نظر عاطفی و هم از نظر مادی بتونن نیروهای امنیتی خود تشویق بکنن، ترغیب بکنن، حمایت بکنن، وضعیت در ولایت در تمام ولایت تغییر خواهد کرد. ما چیزی که در ولسوالی یافتیم این بود که به هیچ عنوان مردم حاضر نبودن که حاکمیت طالبان بپذیرند. به هیچ عنوان مردم طرفدار طرز فکر و روحیه و رفتار طالبان نبودند. به اساس مجبوریت ها اونا خود به این دیده بودند که باید زندگی بکنن و با طالب یک گونه سازش موقتی داشته باشند. مردم صراحتاً اعلام کردند در یک دو مورد ما اسناد وحشتناکی به دست ما رسید، فجایعی که دشمن در اون ساحات به بار آورده، جنایاتی که مرتکب شده. هیچ یک از شهروندان نار نمیخواستند. طبیعتاً در کنار سفر ولی هرات و رهبری عملیات بیمونه نبود که قماندان جنگ ولی هرات باشه. قماندان جنگ قماندان لوای اول قلدری ظفر جنرال عابد بود. ولی هرات به عنوان یک همکار، به عنوان یک مشوق در اونجا حضور داشت و طبیعتاً تمام قماندان قطعات از این حضور استقبال کردن، حمایت کردن و در این زمان ایر مایه تشویق سایر قطعات. تشکر آقای هاشمی. با آخرین سوال از شما این گونه مطرح میکنیم که شما یک نقش از طریق شورای ولایتی در نظارت به وضع و حال قطعات نظامی در هرات و در این حال در مورد یاشه و عباطی این قطعات، همچنان سطح رضایت نیروهای امنیتی و رسیدگی به خانواده های شهدا، در مجموع ابعاد زندگی سربازان و افسران امنیتی، در این مورد چقدر فکر میکنین که رسیدگی صورت میگیره؟ اگر نمیگیره مشکل در کجاست؟ اگر بسیار مختصر سوال بیشتر شما، در قسمت تامین امنیت هم ما مسئولیت داریم. همی عملیاتی که صورت گرفت هم کریم مردم نشون میداد که من زیادتر دیدم که افراد ملکی بودم که در این عملیات بیشتر سهم گرفته بودم. در قسمت نیروهای دفاعی و امنیتی مشکلات هایی که وجود داره، ما همیشه مشکلات ها را همراه مسئولین شریک ساخته. متاسفانه روی بعض ملاحظات و پیشنهادها و مشکلاتی که ما شریک ساختیم برای رفع مشکل یا برای حل مشکل و اجراد صورت نگرفته. یک موضوع پیش خود من بسیار من پیش مسئله که موضوع 6 امنیتی در نزدیکی ولایت قرار داره، یک حادثه یک رویداد ناگواری رخ داد که دو نفر اونجا وکیل گذار و مکیل و یک طفل به شهادت رسید. یک نفر به نام انتحاری و یک موتر به نام انفجاری متاسفانه گفته شد 400 کیلو مواد بوده به داخل از اون موتر و کسی هم که داخل اوزا ماده او خود از اون انتحاری بوده. متاسفانه به دسترس رسانه نی، یعنی مو سند انتحاری گذاشته شد، یعنی مو موتر که انفجاری 400 کیلو مواد از طریق رسانه به نشر رسید، 400 کیلو مواد به داخل یک عرد موتر که او دروازی از او هم تخریب نشده بود. م
متاسفانه برای من سواله، من میشه علاقه ای دارم کمی موضوع پیگیری بشه ذهنیت مردم ما، کسانی که در این قسمت حرف برای گفتن دارم ذهنیت از اینا پاک بشه. متاسفانه هرچی ما کوشش کردم که این موضوع تحت پیگیری جدی بررسی قرار بگیره من نتونستم، طالب موفق نشدم. امیدوارم که از طریق رسانه شما نمی بگوش مسئولین برسه که یک بررسی این موضوع بشه که نمی اتفاقی که سر حوزه شیشت امنیتی در قسمت پل رگینه اتفاق افتاد علل و علت چی بود، آیا کسی که به نام اینتری آمد آیا سند اسکات اینتری موجود است، سند و فیلمی وجود داره، یک موضوع. یک موضوع ما پیشتر گفتم کنیم باید یک بررسی جدی باشه. مهماتی که امروز از داخل تکنیک کشیده میشه آمیرا اکمال فردن ولسوالی ها و غیر ولسوالی ها اوزا آیا همی به دسترس همی سرباز ها قرار میگیره یا نمیگیره، باید خود نمی قطعات هم یک بررسی بشه، خود نمی فرمی که فرم 14 یا بیم 14 که هسته اجراتی که صورت میگیره یک بررسی یک مروری به می مدت 200 سال یا سال 96 تا 98 یا می سال 98 یک بررسی بشه. متاسفانه در این قسمت او توجهی که باید صورت بگیره صورت نگیره. تشکر، با سپاس و امتنان از حضور شما در برنامه و سپاس و امتنان ویژه از حضور شما بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه سیاسی اجتماعی بزنگاه از شبکه تلویزیونی چکات. امیدوارم داشتهای برنامه طرف توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد و بحث امنیت یک بحث همگانی هست، یک نیاز مبرم و نیاز همیشگی و همگانی هست، رسیدگی و تامین امنیت هم یک مسئولیت شهروندی هست. با امید داشتن یک افغانستان آرام و مرفه و مترقی شما را به الله متعال می‌سپاریم. الله حافظ و ناصر.